بسم الله الرحمن الرحیم، خوش آمدید به برنامه سراب سابت. ویدیوی آموزشی هستم. در قسمت ما شما حواله را ارسال میکنیم و یک نمایندگی تحت اثر خود جور میکنیم. مثلا ما کابل هستم، نمایندگی مزار شریف یا نمایندگی جلالآباد یا دیگه ولایت جور میکنیم و بعد از این حواله را ارسال میکنیم به اون نمایندگی یا از اون نمایندگی ما حواله را دریافت میکنیم. درست؟ کاری اولی را که می کنیم، چون پیشتر هم ما اینمی مدیریت شعبات را آمده بودیم و شعبه را جور کرده بودیم، خب باز هم یک بار یک مرور شما می شد. اینجا ما یک نمایندگی جور می کنیم. خب کجا آمدیم؟ تنظیمات سیستم مدیریت شعبات، درست؟ مدیریت شعبات آمدیم. باز اینجا ما ثبت جدید، درست است؟ ثبت جدید. خب ما شعبه بلخ، درست است؟ ما شعبه بلخ را نشتیم. ادرس فرزن شهر بلخ، درست؟ شماره تماس یک، اینی شماره تماس دو ما مینی، درست است؟ لوگوی مشارکت بلخ، درست است؟ اینجا بالا میکنین. خب اینا رو ما امیر را ثبت میکنیم. نمایندگی بلخ ما جور شد. بعد از این چی میکنیم؟ پس میایم اینجا یوزر آلی بارش برای نمایندگی خود یک یوزر هم جور میکنیم. خب آمدیم در اینجا تنظیمات سیستم یوزرها، بعد از این ثبت جدید کلیک میکنیم و در قسمت یک یوزر هم جور میکنیم. خب به نام احمد الله، درست است؟ میتونیم که همی نامش به زبان دری نوشته کنیم، اما نام کاربری ما نباید به زبان دری نوشته کنیم. خب همی شکل نوشته میکنیم، درست است؟ همی هم رمزشان همه اینمی است، زبان هم داری. اینی چیزا را انشاءالله رحمان شما بلد هستین، درست است؟ کاربری عادی، درست است؟ سلیطه کامل انتخاب کنین. باز ما اینجا خود ما اپشن میتیم چیک آل، همین یوزر رایت نمیتیم که اونا نتانه یوزر چیک کنه، چون اینا را انشاءالله رحمان شما بلد هستین. خب ما زود زود همین کار را اجرا میکنیم. خب همین چیزا هسته که شما بلد هستین، درست است؟ می رایتز کدوم سلایت ها میتیم، کدوم سلایت ها نمیتیم برشان. اسیت بود نه؟ میونی دارایی بود، کپیتال یا سهمی هاست، اینا خو کار مرکز است، اینا باید ما در مرکز اجرا کنیم، درست است؟ اینا رو ما شما برای اونا سلایت ها نمیتیم. خب لیبلیتی از تعهدات هم همچنان کارمندان پروانه داره، اونا کارمندای خود درج میکنه، ثبت میکنه. شیر هولدرز هم پروانه داره، نه شیر هولدرز هم را اینجا ضرورت نیست، اونجا سهم دارن. خب همین دیگه بخش ها که هست فرزند ما اجازت میتیم برشن، درست است؟ فقط یک چیز دیگه، در اینجا ما اینکم ستیتمنت داریم، از اجازه نمیتیم، نه همی اینکم ستیتمنت در ریپورت رایتس و یک هم بیلانس شیت در افغانستان بانک، بخاطر که همی دو بیلانس شیت که هسته اینا کاری مرکز هسته. خب آره ما همی را ثبت کردم، درست است؟ خب حالی ما در دیگه براوزر ما باز میکنم اما سیستم را. خب که دی براوزر ما یک و در همو براوزر ما دیگه. خب یوزر احمد الله بود، پاسورد هم همه بود. ما دی براوزر دیگه است که ما در اینجا داخل شدم، درست است؟ کنترل منفی میزنیم تا که یکمک تنظیم شوه. خب کاری اول را که در این نمایندگی میکنیم ای است لیست مشتریان حقیقی، درست است؟ میبینیم که حساب های ما هست در اینجا، یعنی تمام چیزهای ما هست، فقط اینمی را ایدیت میکنیم، نه اما برانچ کمپانی حساب، درست است؟ این را ما ایدیت میکنیم. خب حساب شعبه هرات، این قسم ما اینمی را درج میکنیم، درست است؟ خب ولی نمایندگی ما کلن آماده است و ما میتونیم که با همین نمایندگی خود حواله را روان کنیم یا حواله دریافت کنیم، درست است؟ خب ما آمدم در اینمی براوزر دیگه خود، درست است؟ ما با من نمایندگی خود یک حواله را ارسال میکنیم، فهمیدین؟ پیش از حواله ارسال کردن بیاین بیلانس خود را باید خود داشته باشیم، درست؟
این بیلانس های ما را تنظیم است. خب این هم بیلانس های ما است. ما قابل پرداخت به نمایندگی های تحت اثر و مشتری های ما که اینجا داریم نه، ما یک چند تا رسیدات از احمد محمودان داریم برای یک مدت کوتاه تا که اونا تبادله میکنه یا حواله میکنه، همراه ما هست برای یک چند روز. خب اینه هم در اینجا ما داریم 22,025 افغانی ما داریم، درست است. خب ما یک حواله را ما ارسال میکنیم، حواله مشتری موقت است، درست است. نامی برای سنده است اسدالله و تخلصشون است فرزند احمد. خب نامی پدرش محمد کریم. اینی هم شماره تماس، اینی هم ادرس، اینی هم شماره تذکره، اینی هم نام گیرنده جانان، این هم تخلصشون محمدی، این هم نام پدر کریم، این هم شماره تماس، این هم ادرسشون، این هم تذکره شماره. کدوم ارز است که ارسال میشه؟ افغانی است، درست است. مبلغ ارسال چند است؟ 1,000 افغانی است. خب کمیشن چند؟ کمیشن هم افغانی است. کدوم کرنسی؟ افغانی کرنسی است. و چند است؟ فرضاً ما 1,500 افغانی کمیشن میگیریم، این را باید ما 50,000 افغانی کنیم. خب این را 50,000 افغانی کردیم. خب مبلغ ارسالی با کجا روان میکنیم؟ با حساب شعبه هرات روان میکنیم، درست است. منبع عاید دکانداری یدی، هدف حواله، برای پرداخت کرایه، درست است. خب این را ما همیرا ثبت میکنیم. بعد از ارسالی حواله میاییم ما بیلانس چرا سنجش مفرزوره را خود را نرخای اخیرین را بزنیم، درست است. خب بعد از ثبت کردن سنجش مفرزوره خود را، درست است، میریم طرف گزارش مفرزوره روزمره خود. در قسمت میبینیم ما تفاوت این روز ما 3,048 افغانی ما داریم، درست است. و اگه ما بیاییم صورت حساب مالی گزارش مفاد و ضرر و اینکم استیتمنت، ما اینجا داریم 1,552 افغانی از عواید از طریق تبادله اثر و 1,500 افغانی از حواله اجرای حواله، درست است. امی مدار ای خوشد اینکم استیتمنت ما آمد و حواله ما نه اجرا آمد و ما دیگه نمایندگی خود، درست است. نمره پسان میبینیم. خب میایم آلی بلانسیت خود چک میکنیم، بلانسیت چی درست متوازن است یا نیست. اینی مبلغ است مجموع دارایی ما، اینی هم مبلغ است مجموع سرمایه ما، درست است. اینی مبلغ با این مبلغ مساوی است. خب چی تفاوت آمده در اینجا؟ یک خود آمد دخل ما فیصه نقده اضافه شده، چون ما 50,000 افغانی را دریافت کردیم از نگاه حواله، حواله نقده است برای ما در اینجا داد و دی قسمت باز ما قرضدار شدیم. خب 50,000 افغانی دی قسمت ما اضافه شده قبل پرداخت به نمایندگی های تحت اثر. ما قرضدار نمایندگی شعبه هرات خود شدیم به خاطر که ما برای اونا حواله روان کردیم، باز اونا مجبور است که حواله خود را اجرا کنه، درست است. حالا ما میریم که حواله را در نمایندگی یا در شعبه هرات خود اجرا کنیم. اما یک مشکل است، در اونجا پول نقد دارم در این نمایندگی هرات ماست، میبخشین شعبه بلخی ماست. آیا ما داریم اینجا خانه داریم؟ ما در اینجا فیصل نداریم، چون ما امینال ما شعبه را جور کردیم. نه اینی چیزا را شما بلد هستین. خب فقط میریم در قسمت ما یک بردگی ثبت میکنیم، درست است. یک بردگی میکنیم با همو نمایندگی خود، این هم افغانی و چقدر فرزن اینمی قدر افغانی را ما به نمایندگی خود رایی میکنم، به خاطر که اونا نمیتونه وقتی که پول نداشته باشه باز نمیتونه که حواله نقد را اجرا کنه، درست است. تی کنین ما داریم آلوی پول نقد از نمایندگی های تحت اثر، درست است. از دخل ما کم شده در اونجا اضافه شده، خوی 29 بود آلوی 27 شد. خو اگر ما بیاییم آلوی در اینجا سفر ما رو لط کنیم، اینا ما در اینجا 15 مبلغ ما داریم. خب 15 لک افغانی یا 1.5 میلیون افغانی ما داریم در اینجا. خب اینا میبینین شما حواله اینا اجرا ما داریم، حواله ما آمدن بالای لیست حواله های ثبت شده در مرکز کلیک میکنیم. خب در قسمت اینا حواله ما داریم. خب بالای حواله اینا اجرا کلیک میکنیم، همین حواله اینا اجرا است. سعی کنیم بیگراندشان هم لایت رید است. خب بالای اینا اجرا کلیک میکنیم. خب اما شماره تذکره در اینجا یعنی محل چیزا رو در اینجا درج میکنیم. خب کامل است، این هم شماره تذکره شان است، این هم شماره تماس شان است. خب جزئیات بیشتر در قسمت نشته میشه و
حواله را هم ثبت میکنیم. درست است، این هم امر رسید است که برش چاپ میشه و حواله اجرا شد. خب آلی مامین اینجا دخل خود میبینیم، این همه ما خود میره 1.5 میلیون افغانی داشتیم، حالی ما 1450 هزار افغانی ما پیلند اینجا داریم، بخاطر اینکه اما حواله را ما اجرا کردیم. درست است، اگه بیلنس شد چک کنیم، خب دی قسمت شما میبینین ای 21,880 افغانی شد، بیشتر ای 71,880 افغانی بود، حالی اینی شد 21,880 افغانی. درست است، و کش ما هم پس اما اندازه شد. درست است، بیشتر 29 بود، آلی 28,959 شد، بخاطر که ما بیشتر پول را گرفته بودیم نقده. درست است، در مرکز، اما در ولایت اون پس اما حواله را نقده اجرا کرده. خو امی نقده که است، این را خود انشاءالله رحمان شما بلد است، نه که مجموعی پول نقدی تمام نمایندگی ها و مرکز است اینجا. درست است، اینی هم بود ارسال حواله. درست است، حالی ما حواله روان میکنیم از مرکز، از نمایندگی به مرکز با همین شکل است. شما از مرکز به نمایندگی روان میکنین، نمایندگی به شما به مرکز روان میکنه. فرضاً اینا اینجا میان ارسال حواله، باز هم ترتیب است، قسمی که ما از مرکز روان کردم به نمایندگی. درست است، و ما پیرند نمایندگی هم حواله را اینجا اجرا کردم. همچنان میتونم که از همین نمایندگی حواله را روان کنم، فقط اینجا انتخاب میکنم به کجا، به حساب شرکت مرکز. درست است، دیگه ترتیب و طریقه و طرز کلگی یک رقم است، هیچ نوع تفاوت نداره. فقط هم گزارش مفاد ضرر، سنجش مفاد ضرر را شما در اینجا اینا را ثبت میکنین، خب اینا را درج میکنین، بخاطر که نصف شوه. خب مفادات که می آید، درست است، اونا باید لیست مفادات بره. تبادلات که می آید، باید لیست تبادلات، مفادات که از تبادلات می آید، باید اونا هم در لیست تبادلات بره. درست است، فقط همین یک چیز، بعد از ارسال حواله اینا رو سنجش مفاد ضرر را چک میکنم، نرخای اخیر می زنیم. درست است، هرچی مفاداتتان آمده بود امروز، خب اونا را ثبت میکنیم، گزارش مفاد نقد روز ما را میبینیم. درست است، و بیلانس شیت افغانستان بانک را چک میکنیم. پیلن خود اینجا در نمایندگی است، ما دسترسی ندارم به بیلانس شیت افغانستان بانک، مرکز چک میکنه. خب دیگه ان شاء الله رحمت کدام مشکل نیست، باز هم ما در قسمت داریم حواله های دریافتی، این خو حواله دریافتی ما بود. درست، ما در این سعی کنیم رنگش هم سبز شده به خاطر که می حواله اجرا شده. خب وضعیت این حواله را برای ما نشان بتونید که در حالت انتظار باشه یا اجرا شده باشه، یا از فلانی حساب آمده باشه. درست است، از این نمانی که اون نمانی که آمده باشه، از این تاریخ یا تایی تاریخ باشه. درست است، و نویت شه برای مرکز، از مرکز آمده باشه یا از کدام نمایندگی دیگه ای ما آمده باشه. درست است، این چندین نوع فیلتر شما اینجا دارین. خب و انشاءالله رحمان شما این را خوب فهمیدین. ای خو گزارش حواله دریافتی ما است، در مرکز باز ما چک میکنیم. خب مثلا گزارش حواله های ارسالی ما، درست است، بلند خود ما اینجا دریافتی ندارم. خب گزارش حواله ارسالی از این تاریخ تا به تاریخ ما میگم که بر ما گزارش بتین که ما چقدر حوالات را اجرا کردیم. انشاءالله رحمان شما فعلا فهمیدین حواله ما به چه ترتیب و چه گناه ما اجرا کرده میتونیم، و در بیلانس ما نباید تفاوتات بیاید. درست است، سنجش ما پذیره را باید ما همیشه نگاه کنیم. خب و اینکم ستمین خود را ببینیم بعد از حوالات را، تا که اطمینانتان حاصل شد و شما بلد شوین به سیستم. درست است، مفادات که از کمیشن هایی که شما گرفتین و باید هم اینکم ستمینتان بیای، اینکم ستمینت یعنی دی قسمت که ما امیرا داریم. خب گزارش مفاد ضرر یا اینکم ستمینت، دی اینجا باید شما کمیشن هایی از درک اجرای حواله تان دی قسمت باید اضافه شده میره. درست است، اواید که از تبادلات دارین دی قسمت باید هر وقت اضافه شده باشه، و از خودتان که گزارش مفاد سنجش ضرر را سنجش میکنین میبینین روزمره، اونا را باید شما متوجه باشین که روز شما از دیگه کار شما به شکل امنه روان است. و در ویدیوی بعدی ما شروع میکنیم که گزارشات را چگونه چک کرده میتونیم، بیلانس های دیگه ما داریم. درست است، چندین ها بیلانس ها داریم، اونا را به چه ترتیب ما شما تنظیم کرده میتونیم. خب یا دیدن نمایش میکنیم یا تشریحات میتیم، و بیلانس ها نمی گزارشات ما چندین ها گزارشات داریم. درست است،
بس بالای ما گزارشات هم کار میکنیم. بخیر.